باشم من تو این شبی خون خزونی تا نظرم شقایقامون پر پر بشن وقت جوونی تو فکر لمس ماشم من واسه دفاع از حرمت تا کی آخه مرگ عقاقی آواز سرب و سینه و دام وقتی بیرون میشه خونه نعره کردن حقمونه زیر رگبار شقا کسی آروم نمیمونه وقتی جون میدن شبونه نقمه های عاشقونه جز گلوگاه مسلسلی بخونه تو فکر لمس ماشم من تو این شبی خونه خزونی تا نظرم شقایقام بشن وقت جوونی میریزه بسار این توفان بهار صدها گل خاشی آورده به بار تو فکر لمس ماشم من شبی خون خزونی تا نظرم شقایقامون پر پر بشن وقت جوونی تو فکر لمس ماشم من سلام عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان گرامی بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران درود میفرستم به همه شما که با ما در پیک شادی همراه هستید آرزوی همیشگی ما این بوده و هست که بتونیم در اوقات شاد شما عزیزان سهیم باشیم و با برنامه هایی که برای این هفته انتخاب کردیم خنده رو به لبها و شادی رو به دلهای شما بیاریم امیدوارم به این آرزومون این هفته هم برسیم با ما در برنامه پیک شادی همراه باشید این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از پشم و شیشه آخوندی که یه هفته تمام به بازخوانی خاطرات جنگ ضد مردمی پرداخت تا بسیجی های نم کشیده رو یه جورایی داغ کنه این وسط استراتژیست نظام دکتر بزبز قندی هم از طرح جنگ جهانی چهارم پرده برداری کرد امام همون اول گفت ما انقلابمان را صادر میکنیم نه اینه صحبت های امام یادتون نیست شکر. شوخیه فکر میکنیم ظرف 7 ماه 4 تا رژیم عربی سقوط میکنه آماده باید بشیم برای یک نبرد جهانی
بچه های اطلاعات عملیات و تخریب و اینا خلاصه باید آماده باشن، به جایی که قبلا میگفتن آقا برو محور کجا و محور کجا مورد، برن دیگه محور از این به بعد تو کل جهانه، باید آماده بشن برن آمریکای لاتین بجنگن، برن شرق آسیا بجنگن، برن به قلب اروپا. راستی این که میخواد همه بسیجی ها رو بفرسته اینور اونور عالم، خودش میخواد چیکار کنه؟ باید آماده عملیات های جهانی باشیم. ما که دیگه پیر شدیم، نسل بعدی باید طوری تربیت بشن، آماده باشن که از این به بعد تو 3-4 دهه آینده باید آماده باشیم. خب تا اینجا معلوم شد که کرکوپر نسل قبلی ریخته و اونا از خونه بیرون بیان نیستن. حالا سوال همه بسیجی ها اینه که پس توی این اوضاع قاراش میشه نظام، وقتی تقیب توقی خورد کی قراره بیاد بیرون؟ حالا اگر بخواید مباحثه داشته باشید، اگر تهدیدی در حال حاضر کشور ما رو تهدید بکنه، حالا بخواد خدای نکرده تعرضی انجام بشه، حال حاضر توان دفاعی ما، روحیه مقاومت بچه ما چجوریه؟ روزی که جنگ شروع شد واقعا دستان ما خالی بود، واقعا اون چیزی که داشتیم ایمان بود، انگیزه بود، عشق به ولایت بود و یه امام و رهبری بود که اونطور عاشقانه تموم شد وقتمون. آره بله، وقتی به امروز رسید دیگه وقت تموم شد. تازه اون موقع که امام داشتن هم چون تو جبهه ته کشیدن، آخرش امامشون جام زهر رو سر کشید. الان که دیگه وضع روشنه، بالای نظام یه ولی فقیه شاسی در رفته، پایین نظام هم بسیجی های وارفته. مزدورایی که جز با ساندیس و وعده حقوق و نهار موندنی نیستن. حقوق میگیره، آبربانک میگیره، نهار چه خورده؟ خوب بود، مشکل نداره؟ الان حقوق میگیره؟ والا شروع شده، دفترش... من یه اولش 10 روز اینجا هستم. دفترچه خدمات درمانی دارید که؟ خب، حالا ببینیم یکی از اونایی که با این وعده ها توی یه تفنگ بازی شرکت کرده چقدر آماده است. یه ذره میخوام ما بریم قطر امنیت بیشتر. نه کجا امنیت بیشتر؟ قطر کجا میخوای ما رو ببری؟ نه باز تو ببین رزمندگان چی جوری جنگیدن. آقا باشه خیلی، اینجا که پشنگای مشقی و با انفجارات هست دادم. اگر روز عملیات بودی میخواستی چیکار کنی؟ آقا میزنه بابا، نه ترس بیا، چیزی نیست. میخواین تفنگ و شما داشته باشین جانب سرخن، چیزی نیست که نه ترس، بلند شده. بله، این یکی از اون بسیجی هاییه که قرار بود در چهار گوشه جهان بره تو کار صادرات انقلاب. خوبه که این رو اوورده بودن تا با این نمایش به بسیجی ها روحیه بده. حالا حسابشو بکنید اونایی که پای تلویزیون اینو دیدن دیگه چه وضعی دارن. کنار بمونم بخواییم باید سیار من بیام عقبتر که بده بعد از یه هفته نشون دادن جنگولک بازی و کیو کیو بنگ بنگ توی تلویزیون نظام، ببینید تو سرپا کردن بسیجی ها چقدر تأثیر داشته. تکون نخور. دستاتو بگی بالا، سرکار نمیخوری، فهمیدی؟ تلویزیون یه سریالی نشون داد راجع به شهید فهمیدو و بهنام محمدی بود، حالا من اسم کارگردانش هم نمیادم، خیلی امکانات خوبی به کارگردان داده بودن و بودجه خوبی هم دادن که این کارو بسازه. اول فیلم این کارگردانی که تو فیلم بود شعار میداد که چرا بچهای ما جکی جان و آرنولد و زورا و اینا رو میشناسن، شهدا رو نمیشناسن. خب بعد چنان بلایی سر فهمیده و بهنام محمدی تو این کار اومد که تلویزیون خجالتش دیگه نشون نداد این کارو و چنان آسیبی به این دو تا کاراکتر زد که بعد کلی کار بشه تا اون آسیب برطرف بشه. ماشاءالله زورت هم بد نیست رضا، تو دیوونه شدی؟ این چه جور شوخی بود ها؟ ای بابا والا به خودت نگیر، خواستم قدرت واکنش تو اندازه گیری کنم بابا، ناراحت میشه. هفته گذشته هفته بازگشایی مدارس هم بود که مثل همیشه وزیر آموزش و پرورش احمدی نژاد برای بازارگرمی یه چرخی تو مدرسه ها زد و یه مش وعده های کشکی ریخ رو میز و رفت تا سال دیگه. البته اون وقت که ما میشستیم نه صندلی انقدر زیبا بودن نه کلاس ها انقدر زیبا بودن. حالا کلاس ها همه زیبا شدن. شما میدونید که امسال
الحمدلله یک کار جدیدی که در این مدرسه و در خیلی از مدرسه گرما شروع میشه و انشالله با شروع سال هم کار شکل بگیره، بحث همون فناوری در کلاس هست یا هوشمند کردن کلاس. مگر میخواییم دانش آموزان اهل خلاقیت، نوآوری و تفکر باشن، باید همه چیز رو به صورت ملموس ببینن و بیاموزن. این هم یکی از کلاس‌های زیبا زیر حاکمیت ولی فقیه که برای اینکه درس خیلی ملموس باشه کلاس رو بردن تو آغل گوسفند. فناوری‌های هوشمند هم توی کلاس بعبع می‌کنن. بله، تو مملکتی که دوست‌های جانی سر کار باشن، کلاس درس بچه‌ها باید توی آغل برگزار بشه، نمایش جمعه توی دانشگاه برگزار میشه و محل رقص میشه توی متروی زیرزمینی. و کنسرت این هنرمند هم باید پشت فرمون تاکسی برگزار بشه. دیدیم هم در تپ و تابیبا لقصه هم همی پورد اصنات و خوابیبا زره زره دل من آب میشه تو سینه آرزوی دیدن دست سراب بای نیاب شونی به پا کن ما را نگاه کن در یادشم میاد ناس ناقا گره شبت کجایی چرا نیگه نیایی بیا عمر من خزانه بهار دلم تمومه. یکی از جدیدترین بزبیاری های سید علی داستان اختلاس 3 میلیارد دلاریه که آش جنگ و جدال باندی رو حسابی شور کرده. اول که داستان تازه رو شد، هر کی برای رفع اتهام از خودش مدعی شد که پیدا کردن مجرم کار اون بوده. مسئولین باید از بانک صادرات ایران به خاطر کشف این سوء استفاده و همچنین دستگیری عناصر این باند تشکر بکنه. کشف این موضوع کار مشترک سیستم بانکی، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در درون دولت بود. ما خودمون مستقیما بر سر این حادثه حاضر شدیم و کشفش کردیم و پیگیری کردیم. من خودم به رئیس کل بانک مرکزی گفتم اخباری به دفتر ریاست جمهوری رسیده است که یک جریان سویی داره جلو می رود. اما بعد که گند قضیه بالا گرفت و پس لرزه هاش کل نظام رو تکون داد، لاریجانی به تبعیت از امامش به سیاست لاپوشانی و همخفه رو آورد. من واقعا این رو به عنوان اخطار عرض میکنم، اگر بنا بشه این مسئله ادامه پیدا کنه و جمع نکنن این روش را، الان این 3000 میلیاردی که در رسانه اومده کدومشون این رو تحقیق کردن به انجام رسوندن محکوم کردن گفتن 3000 میلیارد اختلاسه؟ ما که همچین چیزی رو تحقیق نکردیم، همچین حکمی هم نکردیم. اگر از بنده به عنوان مسئول دستگاه قضایی بپرسید 3000 میلیارد اختلاس است، بنده میگم نمیدونم. تو نمیدونی؟ میلیارد میلیارد به جیب لاریجانیا ریخته و ریش و سیبیل رو چرب کرده، بعد میخواد واسه ملت بوز برقصونه، اما خبر نداره روز روزش که برسه ملت اینا رو چنان مثل سگ برقصونن که هر چی خوردن از جیبشون بریزه. در انتهای سوال مطرح میکنیم، آیا میشه بدون بالا رفتن از نردبون یه میخ رو به سقف کوبید؟ کسایی که فکر میکنن امکان نداره لطفاً این فیلم رو ببینن، احتمالاً نظرشون عوض میشه. کول وانزین. سو، دارم ایش من ناگل آفن کپف ترفن؟ دا بین ایش گسپنت. Wahnsinn, ey, Wahnsinn, ich halte es halt aus. Ich pack's nicht. Wahnsinn! Super! Hammerhart. Und? Hammerhart, also ehrlich. Finale der Hammerwerfer.
Wie lange hast du das geübt, sag mal? Und, war gut? فازل کجا؟ این آقا فازل بابا در رو رفتی داخل دست چپ از اون در فاده شو اومد اصلا آقا فازل کجا رو خونه هست؟ زنگ زدی؟ من میخوام یکی دو روز مهمون حاجی باشم اصلا میشه بهش دروغ گفت؟ بعد میشه ازش بخوام یه وقتایی تظاهر کنه ریا بکنه به خاطر فیلم ما پنج تا ده تا مثل خودم یا از خودم بهتر بره مجلس بگیرم. نکته قابل توجهی که این هفته در برنامه های تلویزیون پشمشیشه آخوندی بود تلاش رژیم بود برای اینکه در هفته جنگ یه جوری به نیروهای وارفته خودش روحیه بده از جمله با فیلم های مختلفی که ساخته بودن فیلم های جنگی خیلی مضحک. حالا این وسط کماکان سریال ها و فیلم های مربوط به آخوندا و آخوندیسم به قول معروف و تلاش برای جستجو و پیدا کردن آخوندا و طلبه های مختلف در اقصان اوقات کشور رو هم ادامه میدادن فیلم هایی که بیشتر به سفرهای گالیور شباهت داشت. اجازه بدین که یک قطعه طنز رو در مورد یکی از این فیلم ها با هم ببینیم. امامزاده سلطان محمد کجاست؟ بله؟ امامزاده سلطان محمد اینجا در جوده آقا امامزاده کجاست؟ بله؟ از اون دفعات به اشتباه اومده چه خبره؟ اینه حاج آقا فاضل کجاست؟ اینه حاج آقا فاضل بگوش در رو رفتی داخل دست چپ متأهله اونجا متأهله اونجا؟ آره این طرف مجردان این طرف متأهله یه طرف مجردان یه طرف متأهله بعد از آقا فاضل کدوم طرفه؟ متأهله دیگه متأهله تو متأهله تو متأهله دست درد حتی که بشه آقا امامزاده کجاست؟ بابا حاج آقا فاضل بابا راست شکم تو بگیر برو سلام سلام حسن حاج آقا فاضل چی؟ آه این تخلیه فاضل ها؟ آج آقا فاضل قبلا زنگ زدی؟ زنگ که یکی دو ساعتی زنگ زدن گفتن مسجد سر نماز زنگ زدی برو زده زنگ بزن داداش سر کار گذاشتن برو داداش آج آقا که نماز نمیخونه که کلی کار داره رئیس حوزه هست اصلا به نماز خوندن نمیرسه برو آقا من میخوام یکی دو روز مهمون حاجی باشم که با حاجی چجوری رفتار کنم درسته جدی؟ از صدا و سیما اومدین؟ مهمون حاج آقا بفرمایید تو خب دم در بده مرغ هستا مرغ بگم واسه تون تخ کنه یه نیم روی براتون درست کنیم والا حاجی رئیس طلبه هاست شما هر جور طلبه ای باش تعبالا کن ته کن دیگه خود باش ته کن اصلا میشه بهش دروغ گفت؟ جلو حاجی؟ بابا جلو حاجی و ملق بازی دروغ رو بیخیال شو یعنی جلوش کم میاری خیتت میکنه بعد میشه ازش بخواهیم یه وقتایی تظاهر کنه ریا بکنه به خاطر فیلم ما ازش بخوای؟ البته نمیخواد ازش بخوای جلو دوربین و پشت دوربین نداره ژنتیک فوتوریاتیکه یعنی میدونی؟ یعنی سیابازه سیابازی تو خونشه چند وقته تو این حوزه ای؟ چی؟ خیلی وقته از زمان محمد علی بوقدیر قاجار
یه چیزی یادم بده داره میده شاه جواد، ازش چی بپرسم خوبه؟ چی بپرسی؟ بهش بگو من رفته بودم دم گل فروشی، هرچی گشتم قشنگترین گلمو پیدا نکردم. آخه گوسفند چرا اون گلو خوردی؟ همینو بهش بگو. نه جدی. جدی؟ خب باش. ببین اگه رفتی پیش حاج آقا بهش بگو ما از وزارت کشاورزی اومدیم، حاج آقا شما به عنوان چغندر نمونه سال انتخاب شدید. چیکار کنم آدم بشم؟ اشتباه اومده آجا، آدرس اشتباه اومده، اینجا دامداریه. اگه میخوای اینطوری دام بشی اینا همینطوری سرتو مثل گاو بندازی بری همین ته این خیابون پیدا میکنی آجا قارو، آدم بشو نیستی تو. آجا آقا فاضل شما این؟ بله بفرمایید. ببخشید این کارخونه مال شماست؟ بله اینا هم محصولات ما هستن، شیک با دوام مطمئن با گارانتی، همه رقمش هم داریم، سایزهای مختلف رنگهای مختلف، آخون بدم مثل احمد خاتمی به شرط چاقو اسفل ورامی، علم الهدا بدم خربوزه مشهد چطوری قاش بزن سروش کن، اینا هم که میبینید همه پرتای جنسن دیگه، ارزون ارزون وردار بیا ببر سوا کن و جدا کن، بودو بیا این وره بازار حلاتش کردم، ولی فقیه بدم سه جفت صد تومن خونه دار و بچه دار زنبیل و وردار بیا، صد صد و پنجا به پیچ به پیچ اینجا آتیش زدم به آرم، بودو بیا پولیستر از صد متر وردار و چیندار سه جفت صد تومن تا ساق پا پایین مچ پا، بودو بیا آقا جو حراجیه بودو بیا. مشایی احمق، ای خاک بر سر بی عرضت کنن که اسمتو گذاشتی دفتر رئیس جمهور، این بود دفتر؟ ورق دارم نبودی، این ماس واسدی تو همه بذارم اصلاً برم بیرون، پاد میشکست اگه وامیسدی جلو در رو میگفتی کسی حق نداره بره بیرون، عرضه نداشتی بگی هر کی میخواد بره بیرون باید از اون جسد ما رد بشه؟ یک کمی از زبون درازیتو برای اینا نمیتونستی میکنی ناکس؟ قرار بود نذاره کسی از مجمع عمومی خارج بشه، تازه اگه نتونستم قرار بود بلا فاصله نفر بفرستن تو جاشون رو پر بکنه، اون دفعه اون همه بردیم داخل کشور چروندیم، برای همین روزا بود که نفر بفرستیم تو، اصلا حفاظت آق محمود کارش همین بنا بوده باشه، باید از آبروش حفاظت میکرد وگرنه خودش که تحفه ای نیست که مثلا کسی بخواد بیاد ببرتش. گل گفتی آقای دکتر، اینم یه بدبختی دیگه نظامه، اگه پی طلبی خالی روغن نباتی قر و دبه و سوراخ سوراخ بذاری تو کوچه ورش میدارن، ولی این حیوانکی بدبخت اگه صد سال ولش کنی تو کوچه و خیابون کسی رغبت نمیکنه نگاش کنه، یک فضاحتی بود که بیا اون ببین. تو به من میگی؟ من که خودم میدونم، همچی که آق محمود رفت پشت تریبون سالن خالی شد، مستخدم سازمان ملل اومد گفتش که آق محمود بیا این کلید سالن، صحبتات که تموم شد لامپا و کولرها رو خاموش کن، درو قفل کن، کلیدو بده به اون کیوس که حفاظت بیرون، من فردا ازشون میگیرم. ولی این همه اعتماد به آق محمود ما سابقه نداشته ها، من خودم باشم کلید حیات خلوتمونم بهش نمیدم، اینو بهش میگن اقتدار نظام. آی دکتر من سر این داستان خیلی داغونم. اونو که میدونم، ولی ازت میخوام که اقتدار خودتو با آرامش خودت حفظ بکنی، عین زودپز باش که تو همون حالی که میجوشی یواش یواش برای خودت سوتم میزنی. ای
خاک بر سر بیارزه این رئیس دفتر کنن که دفتر این آقای دکترم نمیتونه بشه. خوبیدم چی گفتی اینجا وسط؟ آیه دکتر چون شایستگی حفاظت از این اسطوره استراتژیکی معدن تاکتیک الهه بی نظیر جاده ها جاده های پرپیچه غزل زیبای تئوری قصیده بلند همت و قدرت و شوکت و معرفت حیبت هم بگو حیبت بله بله این که مفروضه. خوشم میاد خوشم میاد از این حقیقت گویی زق و زنندت که مراعات شکست نفسی ذاتی ما رو نمی کنی. همینجوری حرف میدی جلو دکتر بی اختیار گفتم حالا برای اینکه شما ناراحت نشین دیگه نمیگم. بی خود میکنی دیگه نمیگی ناکس. حالا ما یه چیزی گفتیم تو چرا باور کردی؟ از این همه حرفای گوهربار ما تو همین یکی شکست نفسی رو رو هوا زدی ناکس. آیه دکتر بزنبادر نباید اینقدر هم به آقا محمود و اینکه سفرش به ملل متحد هیچ دستاوردی برای نظام نداشت خود گرفت. بالاخره ایشون تو مسیر برگشتش به موریتانی و سودان هم یه سری زدن و باکای هواپیما رو تو این بی بنزینی و بدبختی که گریبان نظام الهیم رو گرفته پر کردن. اگه این دستاورد نیست پس چی دستاورد آیه دکتر؟ البته دستاوردش که خیلیه، یه 3-4 هزار لیتری میشه. اما مرحوم عوضی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردن بله میفرمودن که مشنگه با رفیقاش رفتن بانک زدن همه شون مشنگ بودن به جای گاف صندوق آب سردکان برداشتن برای خودشون آوردن. روشن شد یا همچه بذارم که بنزین هواپیما ازت بریزه؟ روشن شد آیه دکتر بزن بهادر. توی این جیرودار یه نامه داریم از مار. راست میگی یا میخوای مارو بترسونیم وسط؟ بله جدی میگم مار آیه دکتر. سوسمار یا مار؟ مار سوس نداره. اه پس حاج آقا مصباح نیست؟ بله بله اون سوس داره. آها مار حاج منصور عرضی مداح مقام عظما که گفته بود خرج کشتن رئیس مشنگی رو میده. بله آره خودشه خودش آقای دکتر. همین نوشته همیشه این رحیم مشنگی دست گل آب میداد که ما شکایتشو به آقا محمود میکردیم. این دفعه فهمیدم خود آقا محمودم این کار هست. آبرو حیثیت داره مقام عظما نذاشین. آره دیگه مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بازم بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که یارو رفت به همسایش گفتش که جلوی این سگ تو بگیر امروز جوجه ما رو خورده. همسایه که مشنگ بود خوشحالم شد تازه گفت اه خوب شد گفتی دیگه امروز بهش غذا ندم. روشن شد یا همچی بذارم که دیگه امروز غذا نخوری. آی دکتر این رحیم مشایی ولش کن بابا این بدبخت و این همین بدبختی براش بسه برای رحیم مشایی که از ایران برش میدارد میبرن تا آمریکا ولی اونجا هیچ ملاقاتی نمیبرنش. بدبخت تر از اون آقا محموده که از شهر رونده و از ده مونده است ولی دلت دوتور. خیلی براش نسوزه. بدبخت تر از اون خود مقام عظما هستن که باید این بابا رو بفرستن اونجا به عنوان نماینده نظام تو سازمان ملل که هنوز برنگشته پنبش و این طرف اون طرف نظام برایش زده. آیه دکتر ممکنه انتظار داشته باشه که اینجا وارد دعوا باشه ولی من دلم برای شما میسوزه. به نظر من بدبختر از همه اینا شما این که باید توی بدبختی ها اینا رو تر و خشک استراتژیکی کنین و ریخت و پاشه شون رو جمع کنه. آیه لازم نکته تو دلت برای من بسوزه. بدبختر از من خود تویی که برای برنامه همین مهمون بدبخت رو برمیداری بیاری با عنوان استراتژیک. میخوام بگم که همین سینمای بغلی فیلم لورن هاردی نشون میده. منم دو تا بلیط خریدم برای لورن هاردی. نخه برای خودم و خودت. روشن شد یا همچین بذارم که فرق لورن و هاردی رو نفهمی. آقای دکتر سینما گفتین شما فیلم جاده خاکی رو دیدین؟ نه ندیدم چطور مگه؟ زودتر برین ببینین تا آسفالتش نکردن. خجالت هم خوب چیزیه. تو با یه فیلم آسفالت جاده خاکی اینجوری خودتو گم میکنی. خجالت هم خوب چیزیه. بشین سر جاد باشی گفتن تو اینقدر بد بخش من میزنم به خاطر دست به دست دارم برای که حق نزدن دوستان عزیز نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها. دوست عزیز مهدی ایرانی از شیراز خیلی ممنون نکته‌ای که گفته بودی دریافت شد. امیدوارم که این هفته اون اشکال برطرف شده باشه. کوروش آریامنش مثل همیشه متون زیبا و بسیار انگیزاننده رسید. برات آرزوی موفقیت می‌کنیم. خیلی خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستی. دوست گرامی رباب علیپور شعر قشنگی فرستاده در مورد برنامه‌های مختلفی که در پیک شادی می‌بینیم. از جمله خطاب به دکتر بزن بهادر نوشتن که به پشت مجریات دیگر نزن مشت که آن مرحوم منظور مرحوم عبدی است که آن مرحوم این مظلوم را کشت.
در جوابتون عرض کنم که به روی چشم ما، اما چه چاره که دکتر چاره ای جز این نداره. نمیدانید این مجری چگونه بابای مرحوم را هم در میاره. علی جانسون طنز بسیار قشنگ در مورد ملاحظه‌ای رسید، خیلی ممنون، حتما در اولین فرصت استفاده میکنیم. دوست عزیز صالح چند شعر طنز جالب فرستاده، از جمله در مورد اختلاس 3000 میلیارد تومانی تو رژیم دزدا و غارتگرا نوشته که ما نوکران رهبر دزدی ز مردمان بی ترس و هراس کردیم، ما اختلاس کردیم، داریم چون جسارت در سایه ولایت او را سپاس کردیم، ما اختلاس کردیم، هر کس که معترض شد با حکم قاضی شرع او را قصاص کردیم، ما اختلاس کردیم، بعد از بخور بخورها در جالیت فراوان چون امرواز کردیم، ما اختلاس کردیم. بهرام از تبریز نکات طنز رسید، خیلی ممنون. یاشا فریبرز ممتحن این عکسو فرستاده و نوشته که تو نظام آخوندی دو تا توالت میخوام بسازن که فعلا اگره نسیه است، اسمشو گذاشتن عملیات احداث دو دستگاه کامل سرویس‌های بهداشتی. زمینش یکی دیگه داده، حالا امام جمعه و نماینده و بخشدار و شهردار و شورای شهر و مسئولین شهرم قرار بیان، پولش هم مردم باید بریزن به شماره حسابی که داده که اینا زحمت بکشن این توالت‌ها رو بسازن. اگه می‌خواستن استادیوم سرپوشیده بسازن چه کار می‌کردن؟ در ثانیه‌های باقی موندن تشکر می‌کنم از دوستانی که طنزهای خوبشون رو برامون فرستادن: مهداد پایبر، ناصر احمدی، ستار، مسلم جمشیدی، محمد بیهقی، سعید صالحی، علی آزاد و دوست عزیزمون کریم. مسئله دوم که مربوط به عرصه داخلی است، این مسئله اختلاس حدود 3000 میلیارد تومان، اختلاسی که در تاریخ اقتصاد کشور و در تاریخ سیستم بانکی بی سابقه است. تاچی لا سسن بدی دو مگر وسته به دو سدنجا چه بیرو فرسو فرنچی با نوسته فرسیم فرسو لا لا لا. من در اینجا چهار تا نکته یادداشت کردم محضر شما عرض کنم. نکته اول این است که به جد تقدیر میکنیم، تشکر میکنیم از مسئولان محترمی که میگویند ما این فساد رو کشف کردیم. باریکالله. معلوم میشه که شما در برابر فساد اقتصادی حساسیت دارید. چیزی نگفت که حالا سپاس گذاردنی هست، ابلاغ کردند که در صورتی که جرم اثبات شد اشد مجازات برای مجرمان در نظر بگیریم. تکی الاف کردی ما را از دیم شب تا حالا مرگ برد از سر دوش کنده ریک ریک دندون رو دیگر بده بابا چورتمون رو فرمونی همه فروچه ما رفت ممثل عجب داستانی گیر کردی ما اندکس اینا با یه دقیق خارون باش خواهه. همون گونه که قوه قضاییه در عرصه ایجاد امنیت اجتماعی قاطعانه عمل میکنه، انتظار دارن مردم همین قاطعیت رو در رابطه با مفسدین اقتصادی ببینن. آماده؟ شادش کن. آه دست دست حالا بای 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 حالا بای 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 حالا بای 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 حالا بای 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 بای. خیلی متشکرم، خیلی خیلی خوشبختم. این جمع در واقع نماد یک جمع شکست خورده و عملی است. مهمترین اون چه که در مورد امام می شود گفت چند نکته است که من عرض می کنم.
امام به معنویت، به انسانیت، به بهش، به خدا باور نداشت، قبول نداشت، مخ نداشت، دم داشت، سم داشت، یکی دو تا هر تو قم داشت، یکی از اون طرف خود من بودم. من مرض دارم، هی هی درد سر دارم، این این مغز هر دارم، آه 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 حالا وای 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 چرا 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 حرف ما را باور نمی کنن؟ بس خالی بسی، از بس خالی بسی، مسئولین نظام یواش رواش همه دارم جا می زنن، جر با جر هستی، تک و تنها نشستی، زیر فشار تحریم این استخوان شکسته، بمب اتم می خواهم، بمب اتم با هسته، بمب اتم با هسته، خسته شدم، یالا برو، باید برم، برو بابا برو، پیش امام اون گلدان یا که بابام دور باباست. احسنتم. خدا بای 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 بای، خدا بای 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 بای، حالا بای 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 بای، خدا بای 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 بای. دوستان عزیز، در پایان برنامه بابت همراهیتون با پیک شادی خیلی ممنونم و تشکر میکنم. آدرس ایمیل و فیسبوکمون رو هم اجازه بدین خدمتون یادآوری بکنم. ایمیل ما هست pikeshadi@irantv.com و حساب فیسبوکمون هم به اسم pikeshadi.intv هست. منتظر دریافت نکات و نظرات و کارهای طنز شما عزیزان در این آدرس ها هستیم. تا دیدار بعدی، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. در شادی داره کابون.